سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای جهان که در این ساعت به تماشای برنامه ویژه گروه تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم، از لس آنجلس با شما عزیزان خواهم بود در دقایق و ساعت پیش رو. چون سفرهای پیشین به لس آنجلس، این بار نیز بخت این رو داشتیم که با یک چهره سرشناس، با یک شخصیت علمی در کالیفرنیا آشنا بشیم، علی‌رغم مشغولیت که بیشتر در خدمت مردم، با مردم بودن هست، علی‌رغم شغل بسیار پرمشغله‌ای که دارند، پذیرفتند دعوت ایران فردا رو. در استودیو با ما هستند و در استودیوی شبکه تلویزیونی پارس که چون همیشه ما از همکاری های آقای مهندس شجره و همکارانشون در این شبکه برخوردار هستیم. با من و شما هستند آقای دکتر جواد نفیسی، چهره و شخصیت سرشناس در عالم پزشکی، به ویژه در عرصه روان پزشکی. آقای دکتر جواد نفیسی دوره دبیرستان رو در دبیرستان معروف البرز تهران گذروندند. با عنوان شاگرد اول این دبیرستان عازم آمریکا شدند. در شیکاگو تحصیلات پزشکی خودشون رو در زمینه روانشناسی ادامه دادند و سپس در دانشگاه نیوجرسی در زمینه روانپزشکی همچنان. بارها به ایران سفر کردند و آنچه را، توشه‌ای رو که با خودشون پس از مطالعات بسیار و همکاری‌های گسترده که با دیگر دانشمندان و اندیشمندان این عرصه داشتند، رهاورد این توشه رو به عنوان ارمغانی به ایران بردند، در خدمت مردم نیازمندان به این رشته قرار دادند، با مراکز علمی در تهران همکاری کردند در این زمینه، مراکز علمی مربوط به روانپزشکی و همینطور دانشگاه مشهد و دانشگاه‌های دیگه در ایران. بیوگرافی آقای دکتر جواد نفیسی طولانی‌تر از وقت برنامه ما هست، امیدواریم در برنامه‌های دیگر نیز با ما باشند و با شما عزیزان. به نمایندگی از شما به ایشون خوش آمد میگیم و سلام میگیم. خوش آمدید آقای دکتر. خیلی ممنون، متشکر از این معرفی که نمودید جناب چالنگی و از اینکه لطف کردید و منو دعوت کردید به این برنامه بسیار خوب خودتون. اجازه میخوام منم خدمت تمام بینندگان گرامی تلویزیون سلام عرض کنم و من در خدمت شما هر نوع سوالی که داشته باشه. ممنون هستیم آقای دکتر. من میدونم چقدر گرفتار هستید و پذیرفتین در این گرمای لس آنجلس این رو. آقای دکتر، از اینجا شروع کنیم. ببینید، در ایران مثل بسیاری کشورهای دیگه در منطقه مسائل و مشکلات روانی هست، وجود داره. در ایران فارغ از عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی که به هر حال به نحوی مرتبط هست، جدا از پرداختن به ریشه های سیاسی یا هر مسئله دیگه‌ای که هست، این اعتیاد یکی از مسائل عمده‌ای هست. این اعتیاد رو شما چه میشه که یک انسان به طرف مواد مخدر سوق داده میشه؟ در اون آدم چه اتفاقی میفته؟ ببینید، اعتیاد یک علامته، زیر اعتیاد یه بیماری. یعنی ما هیچ معتادی رو نداریم که در زیر اعتیادش درد روانی نداشته باشه، درد عاطفی نداشته باشه، روانش جریحه‌دار نشده باشه و اون درد انقدر شدید نشده باشه که براش غیر قابل تحمل شده باشه و در نتیجه به وسیله مواد مخدره و سایر مواد خودشو بخواد بیهست بکنه و
به عنوان یک مسکن عاطفی از مواد مختلفی استفاده کنیم. حالا متاسفانه اون موادی که برای اونها مسکنه و اونها رو از حال عادیشون خارج میکنه، چون حال عادیشون براشون بسیار دردناکه، اگر حال عادی قابل تحمل باشه و خوشایند باشه، کسی دیگه مجبور نیست که به این مسکنها پناه ببره. ولی متاسفانه اون چیزی که به اصطلاح مسکن و مرهمی برای درد اونها میشه، اون خودش بسیار سمی و مضر میشه و بعدن صدماتی که به علت اون مواد، یا اگر راجع به الکل بخوایم صحبت کنیم، به مقدار زیاد مصرف بشه، صدماتی که به بدن بشر میزنه و به روان بشر میزنه به مراتب بیشتر خواهد بود از اون صدمات اولیه که برای ترمیمش و بیهس کردنش و کرخ کردنش از دارویی که بهش معتاد شده بودن استفاده کرده بودن. در ضمن اجازه بدیم من به توجه شما بیارم که در آمریکا بزرگترین داروهایی که مورد مصرف معتادین قرار میگیره، هروئین و کوکائین و سایر تریاک و بقیه مواد مخدره نیست و از کنار خیابون و کوچه پس کوچه ها، از دراگ دیلر ها، از کسایی که میفروشن این داروها رو به طور غیرقانونی خریداری نمیشه. بزرگترین منبع این نوع داروها متاسفانه همکاران و پزشکانی هستند که به طور قانونی با تجویز نسخه هایی که برای بیمارانشون می نویسن به اونها کمک میکنن و اونها معتاد میشن. البته انگیزه اونها از بین بردن دردهای آنهاست، ولی متاسفانه برای بیخوابی امروزه خیلی ها به این قرص ها پناه میبرن که بسیاری از آنها اعتیاد دهنده است و بعد از استفاده از آنها برای یک ماه دیگه ترکش زیاد راحت نیست. انواع و اقسام آرام بخش ها که استفاده میشه، البته اونهایی که اعتیاد آور هستن، بیماری به اسم ADHD or ADD پرفعالیتی یا بیشفعالیتی امروزه بیماری مد شده به اصطلاح و خیلی تشخیص داده میشه و داروهایی که برای اون استفاده میشه به مقدار خیلی زیاد سرسام آوری اعتیاد آوری. آقای دکتر، به آمریکا حتما میرسه. من فقط یه توضیح میخواستم بدم برای بینندگان که عقابی رو که میبینید در بر صفحه تلویزیون الان، این عقاب این در سایت شما هست. بله. این رو به عنوان یک سمبول شما انتخاب کردید که نشوندنده ببینید آزادی میتونه روان انسان‌ها باشه. ازید جناب چالگی، چیزی که این انگیزه رو در من به وجود آورد این که در بیماری‌های عاطفی و روانی، خصوصاً افسردگی که بسیار شایع، بیش از اونی که ما می‌خوایم قبول کنیم، و استراب های شدید، حمله های حراسی، پانیک اتک ها، بیماری های روانتنی، سایکوسوماتیک و غیره، در تمام اینها روان شدیدن خیلی زود تو زندگی صدمه خورد و همچنین در اختلالات شخصیتی، و این افراد زندگیشون در طول عمر انگار اینکه از یک سوراخ تو زندگیشون میرن تو، از یه سوراخ دیگه میان بیرون، مثل کرم خورکی. افراد معتاد هم جزو اونا هستن، ولی من دارم الان وسعت میدم این تیفو به اغلب بیماری های عاطفی و روانی. در نتیجه تو منجلاب زندگیشون مثل یه کرمی لول میخورن، میرن تو میان بیرون، میرن تو میان بیرون. شما مخالف اون افراد هستین، روان پزشکا یا روانشناسایی که میگن
عاشقی هم یک جور بیماری عاطفی است. اون رو هم میتونید والله بستگی به اینی که ما منظورمون از عشق چیه و من راجع به اون صحبت میکنم اگه خواستید، ولی اجازه بدید اینو تموم کنیم بعدن. در نتیجه منظره‌ای که در ذهن من هست از این افرادی که شدیداً افسردن یا اعتیاد دارن یا اختلالات شخصیتی دارن یا اضطراب شدید دارن، اینا مثل یک کرم تو زندگیشون دارن لول میخورن. درست برخلاف اون، این عقابیه که من الان این پشت گذاشتم که اینها میتونن پرواز بکنن، اوج بگیرن و همیشه عقاب، هم دیدش عالیه، هم از اون اوج پرواز که میکنه میتونه بفهمه کجا بهترین غذاست، بهترین آبه و همیشه بهترین رو دارم. در نتیجه این مقایسه‌ایه که من دارم میکنم و ریشش میره به بچگی خود من، که ما جزو اسباب بازیامون یه قوطی کفش بود و کرم ابریشم و برگ مو و اینا رو پرورش میدادیم. این کرم ها بعد از یه مدتی که ازشون نگهداری میکردیم پیله میکردن، بعد از این پیله پروانه پرواز میکرد و میرفت بیرون. و این ترانسفورمیشن برای من تو بچه که خیلی خیلی جالب بود، خصوصا که من سهمی درش داشتم. این حالتیه که الان در سر کار من حس میکنم که کسی که میاد انگار اون کرمه و بعد از 20 30 40 ساعت درمان اون کرم ترانسفورم میشه، تبدیل میشه به یه پروانه، به یه عقابی که میتونه در پرواز آزادی احساسی و عاطفیش پرواز بکنه، به جای اینکه در اون انزوا و تنهایی بمونه. کودکی کجا بوده دارید؟ والا من اغلب زندگیم در تهران بوده، ولی تولدم در خرمشهر صورت گرفته. خرمشهر، یعنی به نحوی هم استانی هستیم چون من شما بسیار دیگه چه بهتر. ولی از نظر خانواده کرمان؟ بله، جد ما که از کرمان. آقای دکتر ببینید، اشاره کردید به عقاب، بسیارم روشن و بسیار فصیح و توضیح دادی و چه زیبا. کسی که معتاد هست یا معتاد شده، مثل یک ققنوس یا حتی سمندر یا پرنده های افسانه‌ای که به خاکستر خودشون میشینن و اما سرانجام از خاکستر خودشون بلند میشن، انسانی که معتاده در واقع خاکستر شده است، ناتوان. آیا میتونه مثل ققنوس برخیزه از خاکستر خودش و پروازی مثل عقاب منتخب شما داشته باشه در بی نهایت آسمان زندگی؟ ما باید راجع به دو قسمت صحبت کنیم. یکی اعتیادی که اون چیزی که زیر اعتیاده. در مورد اعتیاد که همیشه باید یه ریهابیلیتیشن یا دیتاکسیفیکیشن صورت بگیره که اون شخص خودشو بتونه از چنگال اعتیاد بیاره بیرون، ولی این یک قسمت از درمانه. قسمت مهم درمان ریشه کن کردنه اون عالمه، اون عاملیه که سبب اعتیاد شده و اون میشه صدماتی که خیلی خیلی زود در زندگی صورت گرفته و دردهایی که اونجا نهفته است در بخش ناآگاه. اگر ما دسترسی پیدا نکنیم به بخش ناآگاه و بخش ناآگاه رو اجازه بدیم من یه توضیح بدم خدمت بینندگان گرامی. ببینید، همه ماها که الان به خودمون توجه بکنیم هیچ آگاهی نداریم از اینکه قلب ما داره چی کار میکنه، ریه ما داره چی کار میکنه، کبد ما چی کار میکنه، طحال ما چی کار میکنه و بقیه اعضا. ولی اونا اونجا هستن، دارن کار خودشونو میکنن، ولی ما هیچ آگاهی از آنها نداریم. در روانم درست همین وضع هست، یعنی در بخش ناآگاه اونجا داره کار خودشو انجام میده ولی ما ازش هیچ آگاهی نداریم. تمام احساسات و صدماتی که خیلی زود تو زندگی ما به ما خورده و خیلی دردناک و غیر قابل تحمل بوده و یا احساساتی که غیر قابل تحمل یا نامطلوب بوده، مثل خشم، مثل احساس گناه، مثل احساس غم، احساس افسوس، هر احساسی که برای ما تحمل پذیر نبوده،
اونا همه مدفون میشه و میره در بخش ناآگاه. در نتیجه انگار که در سطح ما داریم زندگی میکنیم، ولی این زیر سطح یک آهنربای خیلی قویه و ما مثل براده آهنیم. اون ناآگاه، بخش ناآگاه است که ما رو در جهتی که میخواد میبره. و اگر در اون بخش ناآگاه خشم خیلی زیاد باشه به علت صدمات خیلی زود تو زندگی و در نتیجه به اون چسبیده یه احساسات گناه خیلی شدید باشه، اونا خودشون یه سازمانی درست میکنن اونجا و این سازمان هدفش اینه که بشر رو بدبخت کنه، شکست بخوره، معتادش کنه، از بین ببرتش و نذاره موفق این بشه. میتونه این بخش بیاد و بخش آگاه روان رو تحت سلطه خودش بگیره، یعنی عنان افسار بخش آگاه رو دست خودش تماماً اینجوریه. سرنوشت ساز این قسمت، این قسمت خیلی تعجب آوره، ولی این قسمت بسیار پرقدرته و بخش آگاه ما فلجه. شما اگه میخواید ببینید که این بخش چجوری کار میکنه، افراد بسیار بسیار باهوش از رئیس جمهور پرقدرت ترین کشور دنیا تا آمریکا شما در نظر بگیرید، که وقتی که اون بخش ناآگاه بخواد اونو رسوا کنه و خرابش کنه، بله، تو اوول آفیس یک بساطی را میندازه که هنوز که هنوز بوجندش تمیز نشده. یا اون آقای استراس کان بود که رئیس بانک مرکزی بین المللی بود، که اونم شما حتما خبر دارید که توی هتل با یه خانمی و خودشو به اون روز انداخت. همچنین شد این بخش ناآگاهست، اما بعدا تبرئه شد، فرانسوی نامزد ریاست جمهوری. تبرئه اوجی سیمسون هم تبرئه شد، یه قاتلی که دو نفر رو کشت ولی تبرئه شد. یعنی یک مقدار از وکلای خیلی ماهر و باهوش تونستن سر دادگاه رو کلا بذارن. تبرئه یعنی این دیگه، برای این فرق، چون ما میدونیم این قاتل بود. ولی الان کجاست که من با شما حرف میزنم؟ الان در زندانه. در نتیجه حتی اگر دادگاه بیرونی رو ما بتونیم سرش کلاه بذاریم و بتونیم از گیر دادگاه بیرون، از دادگاه لس آنجلس فرض کنید یا کالیفرنیا فرار کنیم، هیچ موقع تحت هیچ عنوانی ما نمیتونیم از دادگاه درون فرار کنیم. به هر حال یعنی که اون چی که در زندگی روزمره انسان حاکم هست و پیش برنده هست، عملا بخش آگاه روان هست، درسته؟ ولی متاسفانه در نهایت برده با یه قلاده به گردنش در دست بخش ناآگاه، چه معتاد چه غیر معتاد، کسانی که صدمات شدیدی در دوران کودکی خورده باشن. حالا آقای دکتر یک سؤال هست در این مثلا، این که کسی که معتاد میشه، یک آدم بسیار دیده شده، آدم هایی که حتی اندیشمند بودن، برای صاحب کارهای بزرگ بودن، از قضا مثلا ادوارد براون انسان کمی نبود، تاریخ ادبیات ایران، تحقیقاتی که در مورد ایران داره، تاریخ مشروطه، تاریخ بسیار کار کرده، یعنی از اولین کسایی از تاریخ ادبیات ایران داشت، ادوارد براون انگلیسی، و به ایران اومد و سفرنامه‌ای نوشت و اتفاقا در منطقه کرمان ماندگار شد و در اونجا هم متاسفانه معتاد شد به تریاد که بعد کسانی اومدن و از آکسفورد یا کمبریج برداشتن برگردوندن ایشون رو. منظور من این هست، خود شما قطعا دیدید بسیاری مثل ادوارد براون آدم های صاحب نامه صاحبه. خب این آدم وقتی معتاد میشن، مثل یک کشتی میشه تشبیهش کرد یا یک قایقی که یک باری دارن، حالا خرد هست، مسئولیت هست، چیزایی مثبت دارن، به مرور اینها رو این ناچارن بندازن در آب و سرآخر نمیدونم تونستن روشن بگم خدمتتون، یعنی عاطفه‌شون رو کم کم زیر پا میذارن، کم کم حتی ممکن به نزدیکترین کسانشون ظلم کنن تمام. بله. این یه رابطه مستقیمی داره یا نه؟ اجازه بدید من یه توضیح بدم که شما ببینید من چجوری میبینم این.
اگر ما بخوایم اعتیاد رو بفهمیم و به طور حقیقی و علمی موضوع اعتیاد رو بفهمیم، باید بریم به نطفه، به نطفه بشری. نطفه بشری هم اینجوریه که یه اسپرماتوزوید با یه تخمک اینا برخورد میکنن و در نتیجه نطفه بسته میشه و میاد تو رحم مادر، اونجا جایگزین میشه. آره. اگر موضوع های ارثی رو بذاریم کنار، ژنتیک رو بذاریم کنار، کروموزوم ها رو بذاریم کنار، که ما اویدنس داریم الان، دلیل داریم که قبول کنیم که حتی محیط زیست روی اونها هم اثر میذاره، ولی حالا اونو میذاریم کنار. فرض کنیم که دوران حاملگی هم این بچه انقدر خوشبخت باشه که تو رحم مادر اون چی که احتیاجاتشه همه صورت بگیره، مادر افسرده نباشه، مادر معتاد نباشه، مادر ناراحتی های جسمی نداشته باشه و محیط رحم مادر برای این فرزند مناسب باشه و در نتیجه انقدرم خوشبخت باشه که زایمان هم طبیعی صورت بگیره، یعنی بند ناف دور گردنش نپیچه و تو اتاق زایمان یه بچه ای رو میگیریم از شکم، از رحم مادر، که این بچه گریه میکنه ولی سالم، تمیزش میکنیم، بند ناف رو میبریم. حالا طبیعت یه بچه سالم به ما داده، خب این بچه نه معتاده، نه قاتله، نه جانیه، هیچ صفت بدی این نداره، این یه بچه معصومه که فقط نیازاتش باید برطرف بشه. حالا ببینید ما با این بچه چی کار میکنیم و چطور میشه که از این بچه یه بن لادن مثلا ساخته میشه یا از این بچه یه جانی ساخته میشه و چجور میشه که از این بچه یه عده به وجود میان، این شامل سیاست مداران و رهبران هم میشه که مردم رو به جون هم میندازن. بله. ببینید الان نوار غزه یا اوکراین، همه الان که من دارم با شما صحبت میکنم، من که بچه بودیم میگفتن صحرای کربلا، من فکر نکنم صحرای کربلا به این بدی و شدیدی کشتوکشارش بوده یا سوریه، بله یا جاهای دیگه. این مایم که از ماست که بر ماست که به این نوزاد یه بلایی سرش میاریم که اونطوری بشه. حالا چه بلایی سر این بچه در میاد؟ این بچه موقعی که به دنیا میاد ما باید چی کار کنیم؟ ما باید آب بهش بدیم، شیر بهش بدیم، درجه حرارت تنظیم بکنیم و اینو محافظتش کنیم که بتونه از نظر جسمی رشد بکنه، روانش هم به موازات جسمش باید رشد بکنه. حالا اون چیزی که ما برای جسم میدیم مثل هوا، مثل اکسیژن، اکسیژن روانم آغوش گرم مادر و جامعه. حالا میرسیم بود، ما در الان در این مرحله نوزادی جامعه مطرح نیست، مادر فقط نود، فقط دو درست. یه خط، یه انتهای این خط نوزاده، یه انتهای خط دیگه مادر. پدرم رول مهمی نداره، بعدا مهم میشه، ولی در این مرحله فقط رول پدر اینه که از مادر حمایت کنه و اجازه بده که مادر با تمام قوا بتونه از این نوزاد نگهداری کنه و این مادر انشالله خودش به اندازه کافی مادر داشته و محبت مادری رو دیده و در حساب بانکی خودش، حساب بانکی عاطفیش، انقدر مادر خودش ذخیره کرده که حالا این میتونه خودش اون ذخیره‌ای که در خودش شده از نظر عاطفی اینو منتقل کنه به فرزندش. اگر این صورت بگیره، خصوصا در چند سال اول زندگی، خیلی خیلی مهمه، 4 سال اولی اصلا حیاتیه، بسیار عالی، ولی وای به روزی که این رابطه عاطفی قطع بشه، اون موقع است که یک درد خیلی شدید در درون روان ایجاد میشه، درد غیر قابل تحمل.
درست به موازات این درد یک احساس خشم خیلی زیاد ایجاد میشه. این احساس خشم، احساس خشم خیلی ظالمانه و مرگباریه و این سبب میشه که یه احساس گناه شدید اونجا ایجاد بشه برای این خشم طرف مادر. بله. دلیلم اصلا مطرح نیست که آیا به علت یه جنگ مادر کشته شد، به علت افسردگی مادر نیست، به اینکه سرطان گرفت مرد، یا جدایی یا هر چی. بچه اینا رو نمیفهمه، نوزاد اینا نمیفهمه، نوزاد فقط میخواسته و از دستش گرفتن. بله. از دستش گرفتن و این خشمی که ایجاد میکنه و اون 4 سال اول زندگیست. 4 سال اول بسیار حیاتیه، بسیار مهمه. یعنی اگر قبل از 4 سالگی قطع بشه درمان به بسیار مشکلتر میشه و شاید مثلا نزدیک 100 ساعت طول بکشه درمان. درمان روانکاوی دارم میگم، روانکاوی کوتاه مدت. ولی بعد از 4 سال اگه صورت بگیره بین 40 تا 60 ساعت میشه درمان کرد. حالا درمان چی؟ درمان اینه که شما آنلاک بکنید آنکانشس رو، یعنی ناخودآگاه رو بازگشایی کنید. این همون نکته ایست که شما روش بسیار کار کردید، یعنی من روانشناسی کوتاه مدت روانکاوی کوتاه مدت منظورم گذاشتم. انگلیسیش هست Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy. من بیش از 40 سال از عمر طبابت همون گذاشتم در این مورد که این تکنیک رو. از چند سالگی شروع کردی؟ بله، من 6 سالگی رفتم مدرسه و همینجوری درس خوندم. بله، خیلی خوشحالیم که بسیار سوالی. حالا برگردیم به سوال شما. در مورد اعتیاد، اگر میخواید اعتیاد ها اغلبشون قبل از 4 سالگی این صدمه وارد شده، یعنی abandonment، ترد شدن، قطع رابطه عاطفی خیلی زود صورت گرفته و باید اونو درمان کنید. اگه اونو درمان نکنید اعتیاد برمیگرده. بزرگترین اشکال معتادین اینه که درمان میشن ولی دوباره برمیگردن. این یعنی کلیده در واقع میشه این دفت. این موتورشو از بین میبره، از جا میکنه، منشأش از بین میبره. متوجه؟ در موقعی که اون احساس گناه ایجاد شد، اون احساس گناه خیلی خطرناکه و خیلی سمی. اون خودش یه سازمان در درون روان ایجاد میکنه. آخر روان هر بشری هم خودش یه دولتی داره، یه حکومتی داره. وقتی احساس گناه شدید شد، بعد اون دولت درون روان خیلی قسی‌القلب میشه، خیلی خشک میشه، خیلی قسی‌القلب میشه، جا برای خطا نمیذاره و هدفش صدمه زدن و اذیت کردن. و در نتیجه وقتی اون سازمان ایجاد شد، اون سازمان میخواد دائم بشر از مایتابه بپره تو آتش، از آتش بیفته تو مایتابه، همینجور این سوزش صورت بگیره. در چه میدیم معتادین زن از دست میده، بچه ها رو از دست میده، شغل از دست میده، باز دوباره برمیگرده. یعنی یه جور خودخواهی میشه تعبیرش کرد، یعنی میبره نابود کردن تمام اون روابط تنها خود. من کلمه یعنی خودخواهی درست نیست، خودآزاری درسته. نه، منظورم این هستش که تمام علایق و روابط از میان میره و حتی خودش رو، دوست داشتن خودش در حد طبیعیش و همه وجودش میشه در خدمت اعتیاد. دشمنش. در نشه دشمن میشه خود شخص. چرا خود شخص میشه دشمن خودش و اطرافیانش؟ به علت اون احساس گناهه که باید همه چیزو از بین ببره. ویرانگری میشه یه نوع زندگی برای این اطراف. این دو تا مسئله است دکتر نفیسی. یکی این که این رابطه رو که به طور بسیار روشن اهمیتش رو شما شکافتید، رابطه کودک و مادر، خب قطعا اشراف دارید که در ادبیات قدیم ما از فردوسی بگیرید که راجب مادران چه اهمیتی دارن گفته میشه، تا در یونان باستان اهمیتش در هومر، نمایشنامه نویسان باستان مثل سوفوکل، و بعد در دوره جدید در روانشناسی که من خدمت شما میگم برای بینندگان به هر حال بسیار میاموزیم، مثلا کسانی مثل یانگ یا مثلا فروید بسیار صحبت کردن. شاید به همین مجموعه اینها تأکیدی هست بر همین اهمیت این رابطه کلیدی که شخصیت انسان رو سنگ بنا رو بیذاره. اگر ما باید اجتماعی رو نجات بدیم، باید از مادر شروع کنیم.
مادر بخش اصلیه در روان هر طفلی، هر نوزادی، مادر، و رشد این بچه بستگی به اون مادر داره. و اگر یک فرزند، یک بچه انقدر خوشبخت بود که آغوش گرم مادری رو برای سالها داشت، البته پدرم اگر داشتی که چه بهتر، اون موقع این جمله درسته که ما میگیم بهشت زیر پای مادران است. این حقیقت داره. بله، وای به روزی که مادر نتونه مادری بکنه، موقعی که مادر نتونه اون آغوش گرم رو آماده بکنه، اون موقع من میگم جهنم هم زیر پای مادرانه. برای اینکه زندگی اون آدم بدون مادر میشه جهنم. من امیدوارم منظور شما این قطعا برای جلوگیری از سوء تفاهم و سوء تعبیر برای بینندگان این نیست که مادران فقط وظیفه‌شون این هست که برن در خونه بشینن و مادری کنن. نه، ولی اینو میخوام تأکید بکنم که هیچ کاری مشکل تر از مادری نیست. و یه کار فول تایم هم هست. یه کاری نیست که ما بتونیم بدیم دست یکی دیگه برامون بکنه. حالا اگر یک کسی اینقدر بدشانس بود که مادر رو نداشت، شاید بهترین انتخاب بعدی اینه که اینقدر خوششانس باشه که اون که جانشین مادر میشه اون گرم باشه، اون با محبت باشه و اون بتونه آغوش گرمی رو برای نوزاد و طفولیتش ایجاد بکنه. آقای دکتر، نقش جامعه از کجا شروع میشه؟ یعنی ببینید، کسانی دیده شده، قطعا احتمالا شما در میون بیمارانتون داشتید، گذشته خوبی داشتن، مادران خوبی داشتن، باز آدم میبینه درست عمل کردن، اما میاد در جامعه میبینه آیندهی در برابر خودش نداره، شغلی نداره، دانشگاه نمیتونه بره، امکان کار نداره و و مشکلات دیگه، از جهاتی هم مورد تهدید هست، سرکوب هست، هر چی که هست، حالا چه در کشورهایی مثل خاورمیانه، ایران و جای دیگه، چه در آفریقا، هر چی رو به اعتیاد میاد. یعنی شاید اینجا تنها جایی است که حداقل در گام‌های اولیه‌اش، من شاید درست نگم از نظر روانی، نمیدونم چه حالی داره، احساس آزادی مطلق میکنه و میره به یک دنیای دیگه‌ای که در اونجا احساس شاید آرامش بود. این نقش جامعه رو چقدر میبینی؟ از کجا شروع میشه؟ چه کار میکنه؟ اجازه بدین اول بگم، من در تمام این مدتی که طبابت کردم و معتادین هم بسیار دیدم، تا حالا معتادی ندیدم که این طرد نشده باشه، که صدمه ندیده باشه، که ابیوز نشده باشه، که در طفولیت مورد آزار قرار نگرفته باشه. من ندیدم. اگر هست من دلم میخواد ببینم. در نتیجه اول برمیگردیم به اون صدمه اولیه. اگر روان سالم بار بیاد و نیازات تمام اون چیز، احتیاجات روان طفل، فرض کنین تا نوجوانی برآورده بشه، این جوان ماحال معتاد بشه، این امکان نداره. شما هر چه قدم این آدم رو تحت فشار بذارید، این حال میدونن چجوری از خودشون محافظت کنن، هیچ موقع از خودشون سوء استفاده نمی کنن. به شما نگاه کنید، توی جوامعی که بسیار بسیار فقر هست، بسیار بسیار سوء استفاده از مردم میشه، ولی همشون که معتاد نیستن، ولی میزان اعتیاد بالاتر از جوان بالاتر هست، ولی همه، اگر اونجوری بود میاد همه معتاد بشن. نه، تا یه جایی هست. ولی مثلا در چین پیش از مثلا کمونیسم، که به هر حال کمونیسم ایبای خودشو داره، ولی تعداد معتادان به طور غیر قابل تصوری بالا بود. بله، کاملا درسته. ولی اگر این که ما بتونیم اینو پیگیری کنیم، ببینید ما تلفات زیاد داریم، کشور خودمون صحبت کنیم، بله، ایران، ما تلفات خیلی زیادی، شهدای زیادی
در جنگ ایران و عراق داشته. ما در اون مقطع زمانی نمیتونیم ارزیابی کنیم ببینیم این جنگ چه بلایی سر ما آورد، برای اینکه فاجعه فقط شهدای ما نبودن، فاجعه بعدی بازماندگان شهدان. اگر یه بچه اون موقع یتیم شد، مادر از دست داد، پدر از دست داد، به فقر افتاد یا هر چی شد، اینو ما الان چند سال میگذره از زمان جنگ؟ الان در حدود 25-6 سال. من الان دلم میخواد بدونم که بین بچه هایی که بین 20 تا 25 سال دارن الان، که نشون میده که زمان تولدشون اون زمان بوده، ببینیم آیا اعتیاد در اونها چقدر زیاده. بسیار بالاست، حرفم درش نیست، برای اینکه اینا دردایی که کشیدن حالا باید یه جوری آرومش کنن. همین آمریکا رو شما نگاه کنید، جنگ ویتنام مثلا، جنگ ویتنام نگاه کنید، الان نگاه کنید تمام سربازانی که از عراق برگشتن، از افغانستان برگشتن، در اونا اعتیاد بسیار زیاده. چقدر کشتن همدیگر اینجا، نه تنها اونجا یاد گرفتن که چجوری بکشن، اومدن اینجا میرن تو کلینیکی که باید درمان بشن، میزنن مردم رو میکشن. آقای دکتر، باز برمیگردیم به همین نکته، قطعا دیدید وگرنه با هم میبینیم یک ویدئوی کوتاه مدتی رو که دو کودک هستن، دو کودک، این ویدئو رو با هم میبینیم، دو کودکی که در حال کشیدن غلیان هستن و ظاهرن صدای پدر یا مادرشون رو هم میبینیم که در حال تشویق کردنشون هستن، به طور حرفه‌ای هم اهل غلیون این دو بچه، و واقعا این جنایت قطعا هست. میبینیم بله آقای دکتر، دیدید این ویدئو رو و نمونه‌هاش در مورد تریاک هست و مواد مخدر دیگه، یعنی این لطمه رو مادره هست، منتها به این شکل میزنه. این یه قسمت عیانه که ما دیدیم، هویداست خب که ما دیدیم، ولی یه قسمت پنهانه و اونو ما نمیبینیم. اون مادر و اون پدری که اجازه میدن همچین وضعی صورت بگیره و اونهایی که تشویق میکنن یه همچین وضعی صورت بگیره، اینا در موارد دیگه چه کارایی میکنن؟ آیا اینا رو میشه اسمشون رو گذاشت مادر و پدر؟ خرید و فروش میکنن در دروازه غار تهران، بچهای معتاد رو خرید و فروش میکنن. حالا مسئولیتای حکومت هست، همه اینا هست که چه زمینهایی باعث شده کودکان به اینجا برسن. بله. مثلا سالا پیش چنین نبود. بله. شما در نتیجه برمیگردیم به اون چیزی که من ابتدای این جلسه خدمتتون عرض کردم، موقعی که اون رابطه و همبستگی عاطفی صورت نگیره، اون affectionate binding بین مادر و فرزند صورت نگیره، مادر همه کار میتونه بکنه. اینجا بدتر از اونو ما دیدیم، اینجا ما مادر رو دیدیم که سه تا بچه‌شو با چاقو، بچه های کوچیکو، پلیس که اومده بود یه حوله فقط تنش بود، خیس خون بچه هاش. در نتیجه ما صحبت کسایی رو میکنیم که به هیچ عنوان نمیتونن رابطه عاطفی برقرار کنن، و وقتی رابطه عاطفی برقرار نشه و اون خشم مرگبار رزلانه در درون باشه، اون موقع وضع جامعه بسیار خرابه. و ببینید، ما گاهی میگیم خشم حیوانی، به نظر من وقتی ما خشم بعضی از این بشرها رو با حیوان مقایسه بکنیم، به حیوان
احترامی کردیم. برای اینکه ببر رو شما در نظر بگیرید، تومش رو میبینه میپره، گردنش رو میگیره میکشتش، اونقدر که میخواد میخوره، بقیش هم برمیداره میبره میده به فرزنده. هیچ موقع نه زجر میده، نه میسوزونه، نه آزار میده، نه گشنه نیست کسی رو، حیوان دیگه رو در نتیجه حیوان به مراتب متمدن‌تر از بشریه که این خشم رزلانه رو داره. نکته دقیقی است. عقاب نازنین شما هیچ وقت هم نوع خودش رو نمی‌کشه، یا همون ببری که مثال زدید هیچ وقت ببر دیگه رو نمی‌داره، ولی انسان چنین می‌کنه. در نتیجه این اتاق شکنجه وقتی در درون روان بشر ایجاد شد، بعد نه تنها خودو شکنجه میده، اطرافیان هم شکنجه میده و درمان بسیار مشکل تر. آقای دکتر، میگم وقت ما کوتاست و بسیار مایلم، هم من هم مطمئنم بینندگان ما مایل هستن استفاده کنن از مطالعات بسیار گسترده شما. نتیجه مطالعاتتون رو شما به ایران بردید و میبرید، یه کار بسیار ارزنده و مفیدی قطعا میتونه باشه. در این زمینه مایل هستم که به طور کلی چه پیشنهاد تازه‌ای هست در کاری که شما انجام دادید و با همکارانتون. من همونجور که خدمتتون عرض کردم و این در سطح جهانی دارم میگم، البته من ایرانیم و چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. ترجیح میدم که اگه کاری میتونم بکنم برای هموطنانم بکنم. ولی اگه بخوام در سطح جهانی به این موضوع نگاه کنیم و ببینیم چجوری ما روان جهان رو میتونیم سالم نگه داریم، چجوری بشر رو ما میتونیم از نظر عاطفی سالم نگه داریم، باید توجه خاصی بکنیم به سلامتی مادران و محیط زیست کودکان تا این کودکان بشرای سالمی باشن بعدن، که بعدن بتونن جامعه سالمی درست بکنن که دیگه چیزی که در 100 سال گذشته اتفاق افتاد، من 100 سال گذشته جنگ جهانی اول، بله، 20 سال بعد جنگ جهانی دوم، بعد این همه جنگ یکی بعد از دیگر، بمب هیروشیما و چند روز بعد بمب دوم که ناکازاکی، 140 میلیون اولی 80 میلیون دومی کشت. حالا ببینید نسل‌های بعدی چی کشیدن بعد از این همه این کشت و کشت و جنگ‌های متفرقه بسیار. اتفاقا اون کسی که جزء گروهی بود که شاسی رو فشار میدادن که بمب بیفته، جنون گیر، نه، دوشنبه پیش در سن 93 سالگی فوت کرد. این آخرین کسی بود که زنده بود. آه بله. در سن 93 سالگی بله. همین دوشنبه فوت کرد. این تنها کسی بود که زنده مونده بود از اون گروهی که بمب هیروشیما رو انداخته بودن و دچار اون عذاب گناه نبود. یکی از اونها دچار جنون شد. بله، متاسفانه سیاستمداران و کسانی که ماهرن در این کار میگردن کسایی رو پیدا میکنن، هر کسی نمیتونه اون شاسی رو فشار بده، کسایی رو پیدا میکنن که این نمیتونه، حتی بهش بگم قابلیت، این کرخی رو دارن از نظر احساسی، بشر نیستن اینا، خودشون میشن مثل یه ماشین و دستور داده میشه و اینا عمل میکنن مثل شکنجگر. اینا که اون بخشی که ما بهش اینا میشن سایکوپات، یعنی اون قسمتی که ما بهش میگیم وجدان، اون دادگاهی که من میگفتم، اون دادگاهی اصلا وجود نداره. صحیح. اینا دادگاه درونی درشون وجود نداره، در نتیجه هیچ حساب کتابی نیست. مادام که میتونن سوء استفاده کنن، متاسفانه در سیاست مداران خیلی دیده میشه از این گروه. به طور مختصر بخوایم بفرمایید، یعنی محیط زیست بسیار مؤثر هست علاوه بر کودک.
و تأکید مادر مادر بعد پدر، مادر مادر بعد پدر. حقیقتی بسیار سپاسگزار هستم آقای دکتر نفیسی گرامی. خیلی متشکر جناب شاهد. امیدواریم در برنامه‌های دیگه وقت داشته باشید، وقت ارزشمند و گران قدرتون رو با بینندگان ما سهیم شدید. این نشانه احترام عمیق شما دکتر نفیسی هست برای مردم، بینندگان ما در سراسر ایران و جهان. شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم. با سپاس بسیار. فرصتی است که باز من تشکر کنم از آقای مهندس شجره عزیز، مدیر شبکه تلویزیونی پارس در لس آنجلس، که چون همیشه در پای استودیوی ارجمند پارس رو بر ما گشوده همواره دارن، و سپاس بی‌دریغ از وارتان عزیز کارگردان این برنامه، کارگردان فنی برنامه، که با چهره خندان همیشه همراه ما بودند و میزبان ما. سپاسی دوباره از تلویزیون پارس. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال سند و سبلان آسماری و الوند کو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.